سلام دوستان، امروز میخوام براتون کباب بختیاری درست کنم. برای کباب بختیاری، برای این مدلش ما نیاز به فیله گوشت بره داریم، گوسفند و فیله مرغ که به صورت ورقه‌ای و نازک هر دوتاشو در آوردیم و آماده کردیم. حالا برای مزه‌دار کردنش نیاز به پیاز داریم، برای هر کدومش یک عدد. سه حب سیر رو خورد کردم من، یه مقداری روغن مایه، فلفل سیاه، نمک و پودر لیمو و همچنین یه تعدادی سیخ، میتونه سیخ فلزی باشه یا سیخ چوبی، و من اونا رو داخل نایلون مزه دار میکنم. شما میتونید داخل ظرف هم این کار رو بکنید. برای این کار ما هر کدومش رو جدا توی یه نایلون جدا میریزیم، گوشت و یه مقداری پیاز، نصفی از سیرمونو، یه مقداری کمی، خیلی کم نمک به گوشت قرمزمون، نمک رو آخر اضافه میکنیم ولی الان خیلی کم، یه مقداری فلفل سیاه، یه مقداری پودر لیمو. میتونین از آب لیمو هم استفاده کنین ولی پودر لیمو هم توش میمونه، دونه های پودر لیمو، و خوشمزه میشه. و یه مقدار کمی هم روغن مایه. و بعد اینا همه رو با هم مخلوطشون میکنیم. مرغمون هم به همین شکل، اونم به صورت فیله درش آوردیم، به صورت فیله های نازک میریزیم داخل نایلون. باقی مانده پیاز و سیر رو میریزیم داخلش، نمک گوشت سفیدمون رو الان اضافه میکنیم کامل، نمک، فلفل و پودر لیمو ترش و یه مقداری روغن مایه. باز دوباره اینم با هم مخلوطش میکنیم و حداقل برای مدت 2 ساعت داخل یخچال میذاریم. شما میتونیم حتی 24 ساعت اینو داخل یخچال بذاریم. البته به هر کدومش هم یه مقداری زعفرون دم کرده اضافه کردم که هم از بوی خوبی بهش میده و هم رنگ قشنگی بهش میده. بعد از چند ساعت گوشتای مزه دار شدمون رو از داخل یخچال در میاریم و اونا رو به سیخ میکشیم. شما هم میتونین به صورت ساده یه دونه فیله مرغ، یه دونه فیله گوسفند رو به سیخ بکشین به این شکل، یک در میون، در ضمن ما چون اینا رو داخل تابه میخواییم بپزیم، تا ته سیخ هم اگر بکشین هیچ ایرادی نداره. یک در میون فیله ها رو به سیخ میکشین، دوباره باز یه فیله مرغ، و یه فیله گوسفند به این شکل، یا اینکه میتونین فیله ها رو به صورت لوله‌ای بپیچین به این شکل، لوله‌ای بپیچین و
داخل سیخ بکشین. یه دونه مرغ، یه دونه گوسفند، دوباره یه دونه مرغ، پیاز و سیری که برای مزه دار شدنش ریختیم داخل نایلون ازش جدا میکنیم. و یه دونه گوسفند. به همین ترتیب تا تمام گوشتی که داریم به سیخ بکشیم و بعد برای پخت آماده کنیم. به این شکل. یا اینکه میتونین یه طرف سیخ و کامل گوشت سفید بکشین، گوشت مرغ، و یه طرفشو گوشت گوسفند، یعنی نصفی گوشت مرغ باشه و نصفی گوشت گوسفند. بعد یه مقدار کمی روغن داخل تابه می‌ریزیم. و بعد سیخامون رو داخل تابه می‌چینیم. و به خاطر اینی که کنارای تابه‌مون هم سیخا جا بگیره، یه خورده از قد سیخا رو کوتاه می‌کنیم. حالا موادی که برای مزه دار کردن گوشتامون بود کنار تابه می‌ریزیم دو طرفش تا موقع پخت کباب بختیاریمون خوشمزه تر بشه. 1/3 لیوان آب، حدود 20 دقیقه از زمانی که ما کبابمون رو روی حرارت گذاشتیم گذشته، اونا رو برمیگردونیم تا طرف دیگه اونم بپزه. اگه حرارت کاملا ملایم باشه خوب میپزه و هیچ قسمتی هم نمیسوزه. دوباره در تابه رو میذاریم برای مدت 10 الی 15 دقیقه تا کاملا بپزه و خوب به روغن بیفته. همینطور که ملاحظه میکنین من اواخر تفت یه مقداری هم گوجه فرنگی گذاشتم تا اونا هم کبابی بشه. کباب بختیاریمون آماده شده. میتونیم اونو به تنهایی با نون یا اینکه در کنار پلو میلش کنیم، هر جوری که تمایل دارین. نوش جانتون. امیدوارم که مثمر ثمر بوده باشه. خدا نگهدارتون تا یه برنامه دیگه.